بهت میگم در این سراسونه رو بکن. آسف، برای آخرین بار میگم، یا در اتاقتو بکن یا میشکنمش. بس کن. بهت میگم در رو بس کن، در رو بس کن و حالا میشکنمش ها. در رو بس کن پسر احمق. بی آبروم کردی احمق، آبرو ببردی، سکه یه پولم کردی، یه عمر دادم خوردی، مفت خور. بابا شلوغ نکن الکی، نه آبرو تو بردم نه حیثیت تو بردم، یه معامله کوچیک خواستی بکنی نشد به هم خورد. تو که خوب بلدی، میری سراغ یه معامله دیگه. پس جوابم اینه نه؟ جوابم اینه آقا پسر. آره معلومه معلومه، یه اون چریدی پروار شدی حالا افسار فارغ کردی. آره آره بگرد تا بگردیم، آخرش از این خراب شده میری بیرون دیگه نه؟ بالاخره اون پولای توی کارت بانکی تموم میشه، اون وقت میخوام ببینم، میخوام ببینم باز بلبل زبونی میکنی یا به التماس میفتی. حالا میبینیم. گوش کن، اگه همه اطمان قاطره و اولاقا سقط بشن، اگه چرخ همه کاریا بشکنه، من جنازه غزل رو کولتو نمیذارم تا قبرستون ببری. حالا باشه زود بزن به چاک، دیگه هم این طرف ها پیدا نشه. دیگه هم نوه من دوتا بچه داره و یه شوهر، تو مرام ما هم زن یه بار شوهر میکنه برای همه عمر و بس. یعنی تو هم نمیدونستی؟ من چه میدونم مادر جون؟ چه میدونم اصلا؟ حرف همینایی بودش که من به شما گفتم، همینا هم میدونم، غیر از اینم نمیدونم اصلا. اصلا من توی خونه کاری اصلا بخوام چیزی بدونم؟ اختیار داری عزیزم، تو پسر؟ بله بله، من پسر آقای چلویی بزرگم. بعدش چی؟ هیچی هیچی. یارو بلند شد آمد خواستگاری دختر من؟ رفته کجا؟ رفته پیش آقای چلویی بزرگ. چرا؟ چون من عددی نیستم. خیلی هم هستی. نه دیگه نه دیگه، ماله نکش دیگه مادر من، همینی که من دارم میگم. اصلا معلومی زیاری چطوری زده پس کلش بلند شده اومده خواستگاری دختر من؟ همینجوری پرپایش چی بوده؟ من نمیدونم. با کی صحبت کرده؟ نمیدونم. قبلا حرفاش چی بوده اصلا؟ اونم نمیدونم. من دیگه بچه نیستم مادر جون، یعنی دیگه بچه نیستم. آقا مگه میشه همینجوری یکی سرشون از پایی بره خواستگاری یکی دیگه؟ حتما پیشترش یه حرفی سخنی چیزی بوده دیگه. میشه بگیم پیشتر پیشتر که هی ورد زبونت کردی چیه؟ من چه میدونم، من شنیدم حتما تو این خونه کسایی بودن که شنفتن. تو این خونه هیچ کس قبلا با این پسر حرف نزده. خدا مادر من قربونت برم. آخه چرا فکر میکنی که من گاگولم؟ کیو داری میپیچونین؟ آخه مگه میشه نباشه؟ حتما قبلش یه حرفی، چه میدونم، اشارهی، خندهی، پیغومی، پسغومی، عشوهی، کرشمهی، چیزی بوده دیگه. حرفتو بفهم آقا جمال. من خوب میفهمم چی دارم میگم. نه نمیفهمی، نه دختر من اهل عشوه و کرشمه است، نه تو این خونه کسی هست که عشوه و کرشمه ببینه به روی خودش نیاره. بابا باریکلا، زبونم که درآوردی. زبون همیشه داشتم، حرمت نگه میداشتم. من میخوام بدونم اگه حرمت نگه نمیداشتی چیکار میخواستی بکنی؟ چیکار میخواستی بکنی؟ ببخشید مادر جون، جسارت، اما واسه یه بارم که شده باید جوابشو بدم.
آقا جمال، حرمت یه چیز دو طرف است. تا حرمت نگه نداری، حرمت تو نگه نمیدارن. چی؟ این پرت و پلاها چیه داری میگی؟ من شوهرتم. شوهر فقط علیک سلام شب و خداحافظ صبح نیست آقا جمال. شوهر یه وظایفی داره که اولیش احترامه. البته زنم همون وظیفه رو داره. این یه قرارداده. قرارداد. 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 آقای وکیل بلند شو بینم. به ایشون بفرمایین که دارن چارنل پرت میرن. پرت میرن. آخه من چی بگم؟ ولی ازدواج یه جور قرارداده. اینجا چه خبره؟ آن؟ شرکت سهامی درست کردین؟ اونم روبرو من؟ پس بفرمایین این همه هر روز یه دست لباس خریدن و یه دست لباس نو پوشیدن و با مادر شوهر پارک و کافه و سینما رفتن و این گنجش با هم دیگه چیک چیک و پچ پچ کردن بی خودی نبوده. حتما یه چیزی بوده که من ازش بی خبرم. مادر جون اینجا چه خبره؟ چه خبره؟ ما باید از شما بپرسیم آقا جمال. شما بگو چه خبره. گلین جان در رو باز کن آقاست. حرف ما هنوز تموم نشده نسرین خانم، هنوز مونده. من منتظرم. سلام. 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 سلام آقا جون. سلام. 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 تا دست و روتون رو بشورید گلین شامو میکشه. شام نمیخورم، خستم. این پسر نیوندی کی زخمشو به تو بزنه که از تو بیرون آتیش بگیری و بسوزی؟ معلوم نی. اما تا وقتی که زخم کاریشو بهت بزنه تو جنمشو بشناسی، حق نداره دور بر خونه من پیداش بشه. اینو تو بدون. به اون پسرم بگو بدونه. آقا جون، این قضیه اومدن شامیز جدیه؟ بله. اون وقت کی تا حالا من حرف شوخی زدم؟ آخه این حرفتون بیشتر شبیه شوخی بود. اون وقت کجا شوخیه؟ اینکه شامیز بیاد سالن و شما هم یه میز بذارین بالا سر من، بشه رئیس اونجا و منم مجبور بشم چپ و راست همینجوری بهش گزارش بدم. تازه یهو دیدید عشقش هم کشید کفشاشو داد من واکس بزنم. اولا تو هیچ کاری میز حرف نمیزنه، آدم پشت میزه که حرف میزنه. دوباره من آدمایی رو میشناسم که میزشون اندازه زمین امجدیه است. وقتی پشت میزشون نشستن قد یه سوسکن بالای یه کوه. آدمایی هم هستن که رو چهارپایه میشینن اما دنیا رو روی انگشتشون میچرخونند. با قصه میزت نخور، میتونی چند تا میز بذاری روی میز خودت بری اون بالای بالا بشینی. سبو مندش کفش شامیزه نمیخواد تو بکس بزنی. اگه پاش بیافته و میلت باشه اون کفشت هم بکس میزنه. حالا شامیز اومد سالون قدمش سر چشم، ولی شما یک کلمه به من بگین قضیه این اومدنش رو به پا و مأمور گذاشتن واسه من یعنی چی؟ میشه اول شما بگی کجای این کار حواس شما رو اینجور به هم ریخته؟ نه به هم که نریخته، اما قضیه خود بوداره. یعنی من نمیدونم قضیه چیه. من چی کار کردم؟ بیادبی کردم؟ کار لنگ گذاشتم؟ چی کار کردم من؟ اینا که گفتی شما رو به هم ریخته؟ نه آقا جون، منو 40 سال کارم به هم ریخته. یه عمر 40 ساله رو پایین کار گذاشتم و حالا قصه اونو نخور. خیلی آدم ها 70 سال نماز و روزه و خدا خدا کردنشونو تو یه شب، تو یه غفلت، تو یه خطا ازش گذشتن و از بغل خدا پریدن تو دامن شیطان.
خیلی چیز عجیبی نیست. بس میگی خطا. لحود منم داشتم دیگه. میشه بگین چیه؟ اونو باز خودت بفهمی. اگه داشته باشی خودت باز بفهمی. اگه نداشته باشی باید اومدن شامیز غنیمت بدونی. اونا اگه بگه نداری منم میگم حتما نداری. بیا بالا، بیا بشین که در خونه خدا رو بزنیم دلمون باشه. ایشالله امسال هم مثل پارسال همش رو میگیریم. انشالله. پارسال هم سه روز پیشواز رفتی. پیشواز نرفتم، نیابتی بود. نیابت از کی؟ یه بنده خدایی یه چند روزی به خدا بدهکار بود، من سرش رو براش گرفتم. خب امسال چرا پیشواز نرفتی؟ یاد رفت من امروز کولونوسکوپی داشتم. آره یادم. چه حالی داره سحری روز اول ماه رمضان. میدونی تو عمرم دو وقت بوده که یه همچه حالی داشتم. یکی وقتی بچه بودم نزدیک عید میشد، هر روز روز شماری میکردم ببینم کی عید میشه. منتظر صدای توپ بودم که از رادیوی تلویزیون پخش بشه، گوینده بیاد بگه آغاز سال نمیدونم چی چی. چقدر منتظر این لحظه ها بودم. یکی هم وقتی که سنم به روزه گرفتن رسید، هر روز میپرسیدم چندم شعبانه. از مادرم میپرسیدم مادر چندم شعبانه، چندم شعبانه. حالا که سحری و افطار روز اول ماه بودم. خوبه، مهمونی خدا رو آدم باید براش روز شماری کنه. میدونی بانو، حکایت ما با خدا مثل حکایت آدم های کارتون خوابه. وا یه چی میگی نا؟ کجای ما کارتون خوابه؟ کارتون خوابیم بانو، همه ما وقتی به خدا میرسیم کارتون خوابیم. وا چه ربطی داره؟ من و شما کارتون خوابیم الان؟ اگه کارتون خواب رو بشناسیم، بله هست. وقتی از خونه میندازنش بیرون، وقتی پدر، مادر، خواهر، برادر تو خونه راش نمیدن، وقتی دوست و رفیق و آشنا جواب سلامشو نمیدن، در خونهشونو به روش میبندن، از همه جا رونده میشه، مونده میشه، فقط کف خیابون میمونه و سایه پل، تنها دری که میمونه همین دره. ما مردم اینجوری هستیم مانو، وقتی این در رو میزنیم که همه در رو به رو بسته است. من فقط نمیدونم ما چقدر ابلهیم که وقتی همه در رو بسته است میایم سراغ این در، در حالی که این در همیشه بازه. هر وقت بزنیمش به همون میگه خوش اومدی بیا تو. من اگه شما رو نداشتم چیکار میکردم آقا شامیز؟ من اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم بانو؟ بفرمایید. دست درد نکنه. از اینم بردار.
باشه ببینم کجا؟ نه سلامی، نه صبح بخیری، نه خداحافظی، همینجوری سر صندوقی پایین داری میری؟ سلام. اینجا ببینم، گفتم که بالاخره از اون سوراخ میای بیرون من گیرت میندازم. آقار بخیر. امروز نه، الان امتحان دارم. امتحان داری؟ گور پدر امتحان. این حرفا رو دیگه نزن، باید با هم حرف بزنی. بابا میگم بزن واسه بعد. نه خیر، الانم خیلی دیره، باید با هم حرف بزنی. یارم میگم امتحان دارم، امتحانم مهمه، ول کن منو. منم میگم گور پدر هرچی امتحانه. اون خطی که من برات کشیدم تو اون خط باید برونی. چه خطیه؟ چه خطی؟ دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، هر کوفت و زهرماری که بخوای بدبخت میارن در خونه بهت میدن. های ایو الناس، بابا من نمیدونم چه زبونی صحبت میکنم، ترکی، فارسی، عربی، بلغاری، این حرف منو نمیفهمه. یه اولاقی بیاد حرف منو به این بگه. نمیرم. باشه، نمیذارم بری. نه اصلا نمیرم، ولی اینو بذار بهت بگم، همین امتحانی که من امروز دارم نوه یاور چلیم همین امتحانو داره، چهار روزم اصلا این اسب نشسته داره میخونه. اون وقت دلت میاد اون قبول بشه من همجی درجا بزنم همین جایی که هستم بمونم؟ دلت میخواد؟ باشه باشه، ولی آصف آقا، این جریان همینجا تموم نمیشه. یه چیز دیگه هم میتونیم بکنیم، یا من اصلا با تو حرف نمیزنم، هر چی من گفتم تو میگی چشم، یا بهتره همون بگی چشم. برو. محسن، ماما رفتی؟ نه خیر، تشریف بردن، دارم ماشین رو میبری بیرون، من خودم میرسونمش دانشگاه. چرا به این زودی آقا جون؟ امروز که نهار ندارین. ببین بعضی آدم ها ذاتن بخیلن، یکی همین آقا جلالی آشپز خودمون، حالا که فهمیده یه ظرف شل زرد باید بده دست مشتری یا پولم نگیریم، حالا اگه ولش کنم از همه چی میزنه، از برنجش میزنه، از زعفرانش میزنه، از شکرش میزنه، از پستش میزنه. من خودم واسه برم اونجا یه ظرف ازش بگیرم، مستوره بذارم اونجا که عین همونو بده دست مشتری. پالتو منو بده. چشم، بفرمایید. ممنون. به سلامت. رفت؟ آره انگار، بدون خداحافظی. آره انگار. خدا به داد کسی برسه که امروز پروبالش به یاور بگیره. نوش هم لنگه خودش، دست برورده همونه دیگه. اصلا کسی واسش اهمیت نداره که بخواد خداحافظی بکنه نکنه. مادر جون، صد تا لقمه نون پنیر مثل پارسال واسه افطار خوبه دیگه. خوبه عزیزم، سبزی ها رو بیار. چشم. اصلا همه ما عین این کاسه مشاب و دیس و تو سالانی باسش بیارزش، از اونم بدتر. اینه دیگه، من خودم فهمیدم دیگه. غلط فهمیدی مادر جون، تو خودت هم میدونی که من دارم درست میگم. نه خیر، غلط فهمیدی، غلط هم میکنی درباره بابا اینجوری حرف میزنی. اگه تو تمام دنیا یه مرد باشه که جونشو فدای خانوادش کنه، یاور چلویی او بس. فهمیدی؟ بله بله فهمیدم. آقا شماست، قربونت برم. اما نداره. من 50 سال دارم با این مرد زندگی میکنم، خوب میدونم چی دارم میگم. براشم بشقاب و نمکدون نیستم، زنشم. حالا اگه مردای امروزی به این چشم بزنشون نگاه میکنن و وقتی شلوار یکیشون دوتا شد فیلشون یاد هندستون میکنه و میخوان چلچراغ به جای نمکدون فلفلدون بذارن، اون حسابشون با خودشونه. شنفتی آقا جمال؟ مادر شما با زبون روزه انقدر هرس نخوریم، واسه قلبتون خوب نیست؟ آخه من نمیدونم چه کار دیگه ای باید بکنه که ما بفهمیم که عددی نیستیم اصلا. دیگه بدتر از این مادر من، آقا اصلا منو نمیذاره بالا سر این آشپزه که شل زرد درست بکنه. شما دلت خوشه ها؟ شما اصلا پدرهای مردم رو نگاه بکن، ببین با بچه‌هاشون چجوری هستن. ما بعدن شما بگو که یاور چلویی جونش در میره واسه بچه‌هاش. بشین. نه دیگه مادر جون، برم الان یه خودگی دیر بکنم، یه چیزی بارم میکنه دیگه. گفتم بشین بشین دیگه جمال، نمیبینی مادر جون داره هرس میخوره؟
عاشق مادرش. بفهم بفهم قربونت برم. اصلا هر شما بگی بذار تو گوش من. وقتی میخواستی تو دنیا بیای تو بیمارستان اوضاع خیلی خراب شده بود. یه جوری میگفتن که انگار هیچ کدوم زنده نمیمونی. آخر سر یکی از دکترا به آقات گفت آقای چلویی یا مادر زنده میمونه یا بچه. آقات مثل بید میلرزید. دستای دکتر رو گرفت. آقای دکتر من نمیدونم چی کار میکنی ولی هر کار میکنی کاری کن که زن من زنده از اتاق عمل بیرون بیاد. فقط همین. دیدی مادر جون من همون موقع برای آقام عددی حساب نمیشدم. همش میگفته زنم، نمیگفته بچه‌ام. که یعنی من اگر میمردم اون موقع هم ککش هم نمیگزید. جمال جونم مادر جون خفیشو چشم. بعدش هم گوش کن. اونم به چشم. اون روز خدا خواست و تو به سلامت دنیا اومدی و هر دومون زنده موندیم. وقتی آقات از در اتاق اومد تو و تو رو دادن تو بغلش، برای اولین بار دیدم که گریه میکنه. به پهنای صورتش اشک میریخت و میگفت خدای شکرت، خدای شکرت. سه روز بعد وقتی میخواستن منو از بیمارستان مرخص کنن، دکتر گفت خانم باید یه چیزی بهتون بگم. گفتم چی؟ گفت متاسفانه دیگه شما باردار نمیشی، همین یه بچه است و بس. مادر جونم قربونت برم، اصلا شما خودت اذیت. من اصلا غلط کردم. تموم شد رفت. این یه قضیه بین من و آقام که با تسویه کنیم دیگه. شما اصلا خودت ناراحت نکن. جمال جونم بشین، حرف زیادی هم نزن. چشم. آقات عاشق بچه بود. همیشه به من میگفت شوکت دلم میخواد 12 بچه داشته باشی. اونا بازی کنن ما تماشاشون کنی، اونا کشتی بگیرن ما تشویقشون کنی، اونا قهر کنن ما آشتیشون بدیم. میگفت دلم میخواد همیشه از توی این خونه صدای بچه بلند باشه. میدونستم وقتی آقات بفهمه دیگه بچه دار نمیشم داغون میشه. به دکتر گفتم اجازه بدین خودم این خبر رو بهش بدم. گفت خانم ما خودمون 3 پیش بهش گفتیم. 3 تمام اون میدونست این قضیه رو ولی اصلا به رو خودش نیاورد. فقط شادی کرد و خدا رو به خاطر سلامت من و تو شکر کرد. بشی دیگه برای چی مادر من؟ آقای یاور چلویی گریهش رو کرد، شکرش هم کرد. خفه شو. نه دیگه امروز ما تریپ همجوری خفه شو برداشتیم. چشم. بعد اون جریان همیشه حسرت رو توی چشاش میدیدم. وقتی چند تا بچه رو میدید که دارن با هم بازی میکنن حالش عوض میشد. دلم براش میسوخت، جگرم کباب میشد که به آرزوش نرسیده. تو همسایگیمون یه دختر بود، یه دختر خیلی خوب. رفتم برای آقات خواستگاری. به پدر مادرش گفتم از شیر مرغ تا جون آدمیزاد براش فراهم میکنیم، بیاد خونه ما عروس خونه بشه، خانمی کنه. اونا قبول کردن. شب که به یاور گفتم بلند شد رفت تو حیاط. بعد دیدم در رو باز کرد و رفت. رفت که رفت. 3 نیومد خونه. شنیدم که شبا تو سالن میخوابه. شب سوم رفتم سراغش. دیدم یه تخت زده تو سالن. اونجا تو تاریکی نشسته بود. رو تخت چراغ روشن کردم. خاموش کن.
بهش گفتم کدوم مردیه که خونه داشته باشه اما رخت خوابشو تو آشپزخونه پهن کنه؟ کدوم مردیه یاور؟ وقتی اینقدر راحت مردی رو با یه زن دیگه قسمت کنن، مرده شوره اون دلی رو ببرن که واسه اون خونه له له بزنه. چرا اذیتم میکنی یاور؟ چرا آزارم میدی؟ من که میدونم دلت برای بچه پر میزنه، چرا نمیذاری کاریو که باید بکنم؟ کارت چیه؟ کارت اینه که منو مثل قاب دستمال بندازی بیرون؟ خدا نکنه من این کارو بکنم، بشکنه دستم اگه این کارو بکنم. من فقط میخوام تو به آرزوت برسی. آرزو؟ آرزوی من توی زن، آرزوی من خونهیه که تو خانومش باشی، آرزوی من اون بچهیه که تو مادرش باشی. دنیایی که تو توش نباشی رو میخوام چیکار؟ خونهی که تو خانومش نباشی رو میخوام چیکار؟ بچه‌ای که مادرش تو نباشی به چه درد من میخوره؟ منو چی خیال کردی که رفتی واسم لقمه گرفتی؟ چی خیال کردی؟ اون شب تا صبح تو آشپزخونه موندم، گریه کردم و خندیدم از خوشحالی، از اینکه خدا یه همچین مردی به من داده. معلومه که واسه یه همچین مردی جون میدم. دلم میخواد به این مردایی که صداشونو میندازن تو گلوشونو مرد مرد گفتن از زبونشون نمیفته، بگم تو یه مردی مثل یاور چلویی باش، اون وقت ببین زن چطور برات جون میده. مرد بودن که به شاخ و تاب سیبیل نیست، به خصلت‌های مردونه است. آقات خیلی عیبا داره، ولی دوست نداشتن خانواده جزش نیست. جونش در میره واسه خانوادهش. حالا پاشو برو. آقای یاور چلویی مرد خوبیه، شوهر خوبیه، اصلا شما بگو سر تا پا حسن. اما اگه یه نفری مثل شامیز رو بیاد بذاره بالا سر من، این از مرگ برای من بدتر. مادر من، من زیر بار این قضیه نمیرم، هیچ جوری نمیرم. پاشو یه سر به غزل بزن. خیال نمی کنم حال و روز خوبی داشته باشه. سن ناجوریه این سن، بچه است و جوون، یه سر بهش بزن. چشم مادر. Thank you.
چند وقته؟ نمیدونم. اصلا نمیدونم چیزی هست یا نه، چیزی شروع شده یا نه. اون رفته خواستگاریت. من نمیدونستم، نمیدونستم این کارو میکنه. اما این کارو کرده، پاشده رفته رستوران خواستگاریت کرده. به نظر شما من کار خطایی کردم؟ چی کار کردی؟ همین که کتابو ازش گرفتم. خب یه نامه هم باش بود، من خوندمش. چقدر تو هم بهش فکر میکنی؟ اولش به نظرم اومد که یه پسر بی دست و پاس، یعنی خیلی خیلی به نظرم اومد که بی دست و پاس. اون وقت حالا چی؟ همین که من دختری دارم که از شرم سرشو میندازه پایین واسه گفتن احساسش کلمه پیدا نمیکنه، یعنی دختر خوبی دارم. همین که گونه هاش قرمز میشه، صداش میلرزه، بغض میکنه، یعنی دختر خوبی دارم. دختر خوبی دارم، خدا هم پشت و پناه آدمای خوبه. اما پدر بزرگ از اون خانوادش بیزاره، حتی به محسن گفته باش رفاقت نکنه، میگه اون آدم بدیه. تو فکر میکنی آقا جون اشتباه میکنه؟ نمیدونم. وقتی به سن من رسیدی و یه دختر به سن خودت داشتی، اون وقت حال امروز منو میفهمی، حرفای امروز منو میفهمی. به نظر من اصلا مهم نیست آقا جون مخالف باشه یا پدر اون پسر مخالف باشه یا همه دنیا مخالف باشن. مهم اینه که اگه همه دنیا موافق بودن، اگه اجازه دادن شما دوتا با هم ازدواج کنین، آیا آمادگیشو دارین؟ وقتی یه ماه، دو ماه، یه سال گذشت و این احساسی که الان طبیعیه تو این سن فروکش کرد، بازم میتونین با زندگی روبرو بشین؟ یا مثل دوتا بچه میخواین سر یه عروسک دعوا مرافعه را بندازی؟ من میخوام کنار احساسی که داری عقلتم به کار بگیری، فکر کنی دخترم. اینکه دختری به سن تو با یه شاخ گل، یه کلمه قشنگ، یه پیغام یا یک نامه این همه احساساتی میشه طبیعیه، اما من به عنوان مادرت میخوام که به آینده فکر کنی. میخوام ببینی چقدر آمادگی مسئولیتی زندگی رو داری، اون پسر چقدر داره. ببین غزل، من اونقدر به تو اطمینان دارم که اگه فکر کنی، تصمیم بگیری، نتیجهش هر چی که باشه من قبول میکنم. فقط ازت میخوام فکر کنی غزل. باشه؟ باشه. قضیه پسر نیوندی رو تو میرونستی؟ من بهش گفتم پیش شما نیاد، گفتم ممکنه شما من اومدنش رو نگفتم. یا اینقدر خری که سوالم رو نفهمیدی منش چیه، یا اینقدر خری که نمیفهمی من میفهمم تو جواب من داری شلنگ تخته میندازی. سوال من یه چیز دیگه بود. نه پدر بزرگ، من فقط اینو میگم، من دیدم کار آصف نامردی نیست، نه عرفن، نه شرعن، نه قانونن، هیچ کدومش. اینا برای معلمت بگو که نمره قبولی بگیری، برای من قانون مانون ردیف نکن. چش نمیکنه، ولی من فقط میگم کار آصف نامردی نبوده. این که نامردی بوده یا نبوده بعدن معلوم میشه، اما نقدن میتونم بگم این کاری که کرده خریت بوده، عین خریت. حالا من میگم هر چی بوده، شما هم دیگه این قضیه رو فراموش بکنین که اینم یه فکر و خیال اضافه بهتون تحمیل نکنه.
شما این روزا اصلا حالتون خوب نیست. آره آره، اگه بگم حالم خوبه پرت گفتم، اگه بگم پدر داغونم نکرده بیراه رفتم، اگه بگم نگران سالون نیستم، بگم اطمینانم از همه گرفته شده، اگه بگم بعد عمری خیال این موریانه افتاده تو جونم که دستنهام، این خودی پرته. نه اوضاعم اصلا خوب نیست پسر. خب آخه اینجوری که خدایی نکرده، من طوریم نمیشه. من عین قاطرهای امامزاد داوود گردنه زنگ شکن و هزار بارم میتونم رد کنم. اوضاعم بد هست. آره یه بهشت داشتم، یه زندگی تو بهشت داشتم، من یه اوض سر بلند کمیدم وسط ناف جهنمم. جمال یه طرف، نسرین و بدبختی هاش یه طرف، جابر و بقیه که نمیدونم چپکی میرن یا زیر و رو میکشن یه طرف، حالا غزل یه طرف. آخه اون که دیگه نباید شما رو به بچه ای تو حالیت نیست. اگه قضیه پسر نیوندی بود که دومشو چیندم و رفت، اما دیشب وقتی گفتم پسر نیوندی نباید دوره بر خونه من پیداش بشه، حال غزل رو دیدم. من پشت سرم هم چش داره، تا ته مغز آدم ها رو میخونم. دختر جوان پاک بیشیل پیله، خب یه حرف خوش، یه خنده خوش، یه پیغام خوش به هم میریزدش، دلشو میتکونه. من باز حواسم به غزل باشه، خیال نکنه زندگیش تموم شد و رفت و شازه قصه زد به چاک جعده و گم شد. اون بچه هست، باز حواسم بهش باشه، اما اینا من از پا نمیندازه. اگه تو دست منو بگیری، شما فقط بگیم من چی کار کنم. پس کله منو بگیر، از ناف جهنم منو بیار بذار وسط بهشت. همه نمی کردم زنده برسی اینجا. میبینی که زنده هم. شناختی پدر بزرگ من چه شکلیه؟ آره من شناختم، اون منو نشناخته هنوز. ای حواست باشه، پدر بزرگ هم کسی شوخی نداره. میدونم، منم با شوخی ندارم. نه دیگه، مثل اینکه تو واقعا سرت به تنت زیادی کرد. خب ببین داداش من، من آنچه که شرط بلاغ بود و بهت گفتم، حالا خودت میدونی میخوای به پری وسط آتیش. بسم الله. ببین ببین منو راجب دیشب چیزی بهت نگفت؟ چی بگی؟ همین که رفتم رستوران. نه بابا، از رفتن تو که ابدا. بیشتر پدرم گفته بودش، پدر بزرگم خیلی خوشش نمیاد شاجه به اینجور چیزا حرف بزنه. میدونی که احساس میکنه همچین تو شأنش نیستش راجه به چیزا حرف بزنه. آره تازه به هم گفتش که من اگه بخوام با تو رفاقت بکنم تو دیگه حق نداری بیدم خونه ما. واقعا داری میگی؟ بله واقعا، آمدن شما به در خانه ما حرمت ابدی دارد داداش جان. آن راستی خوب شد اینو گفتم. ببین من هرچی اینو خوندم نفهمیدم منظور استاد کاتوزیان تو قانون مدنی از تفاوت توجیه ناپذیر فیما بین ماده 1050 با مفهوم مخالف ماده 1054 چیه. خب این که واسه نکاهه. آره خب میدونم. حالا چی کار اون داری؟ تو بذار امتحان امروز بدیم بعد بریم سراغ. امتحان امروزمون همینه ها. آقا امروز مدنی 8 داریم، تو زیاد خوندی قاطی کردی، سوالت واسه مدنی 5. من نمیدونم این شوخیای بیمزه چیه میکنی داداش. بلد نیستی جواب بدی بگو بلد نیستم. بابا دارم میگم مدنی 8 داریم، مگه اینکه تو بخواد سر به سرم بذاری. آصف جون مادرت، ببین من امروز اصلا حوصله ندارم، هر چی هم این سوالا رو خوندم نفهمیدم. ببین منو، تو الان این چند روز مدنی 5 خوندی؟ میزنم تو سرتا، بسته دیگه وا بده محسن.
امروز امتحان مدنی 8 داریم، اصلا هم شوخی نمی کنم. وای به اون موقعی که میخوای بیمزه بازی دراری. باور نمی کنی؟ نه. اونو بذار کیفت، پاشو ببریم. کجا؟ پاشو ببریم بهت میگم. پاشو. بیا. این چیه؟ بدبخت شدم. چه شدی؟ فریبرز بهتر خبرات خوش باشه که امروز اعصابم خیلی فصل مرخیه. بشین. سلام آقا جان. سلام. چه خبر؟ خبر دارم براتون. چه خبری؟ خب بگو. یه خبری بهتون بدم. اگه از هر کی و هر جا عصبی و دلخور هستید، یه جوری بشور و ببرتش اونجایی که باید بره. خبرهای خوش تو بگو که الان خیلی بهش احتیاج دارم. آقا انتخابات به هم خورد. اه راستی؟ مطمئنی؟ مطمئن. با خیال راحت. فکر میکنم امروز یا فردا بهشون ابلاغ بشه. آقا اینا هیچ کدومشون آیین‌نامه انتخابات رو رعایت نکردن. یعنی کلن کارشون از بیخ مشکل داشته. نتیجه انتخابات چی شد؟ باطل شد؟ رفت واسه تجدید. باریکلا. ممنونتم. ممنونتم فریبرز. منو سرفراز کردی قربونت برم. داماد عزیزم. یاور چلایی. حالا بهت نشون میدم. الان دیگه نوبت منه که از بیخ آتیشت بزنم. الان بهت میفهمونم که یه من ماز چقدر کره داره. دیگه میفهمی که در افتادن با ابی نیوندی کار هر کسی نیست. یاور چلویی دیگه خاکت میکنم، پودرت میکنم. بکش